Hi guys, I hope you are doing a great time. امروز درس خود با یکی از زمانبنده های دیگر شروع می کنیم با present perfect، یعنی با یک نوع دیگر یا تایپ دیگری از زمانی که ما اونا را یک سمپل present بود، سمپل past بود، present continuous است، present perfect است. Like this, we have now present perfect. Present perfect چی است؟ Present perfect مساوی است با زمان حال کامل. یعنی present perfect زمان حال کامل. Present perfect گذشته نیست. یعنی در گذشته شروع شده و ادامه داره تا حال. که ما 5 حالت یا 5 function we have for present perfect and before all of things، قبل از همه چیز، I wrote a formula or a structure for the present perfect. This is formula. این فرمول ما و شما است. Subject یعنی فاعل. We have seven subject. Subject I, we, you, they plus have. I, we, they با have میگیره. He, she, it has. خب با یا جمع یا plus past participle. Past participle یعنی past participle. در ما فعل ما سه حالت داره، یکی حال است، یکی پست است، یکی پست پارتیسیپل یا پست پارتیسیپل. خب ما در اینجا هر کدام از این 6 حالت از پرزنت پرفکت، این فرمولش است، پرزنت پرفکت 5 حالت را مطالعه میکنیم یک یک. فرست وان، اولش چی میگه؟ اولش present perfect میگه an action، یک عمل است، started in the past، شروع شده در گذشته، and is still continuing in the present، میگه تا هنوز ادامه دارد، یعنی در گذشته شروع شده و استیل هنوز هم ای ادامه داره در حالتی پریزنت یا جاری فعلی. بسیار در گذشته شروع شده در زمان گذشته و ای ادامه داره هنوز هم در زمان حال. اگزامپل، شی هاز ورکد. فرمول، شی هاز ورکد. شی گفتم سبجکت ما که هی و شی و ایت بود هست میگرد، پس اینجا چون شی آمده هست، شی هست پست پارتیسیپل، پست یعنی ورکید گذشته دیگه. اما پست اینجا یکی قاعده من داریم که در گذشته رو نشان میده و یکی غیر قاعده من، یعنی ایرگولر. این رگولر هست، اما ایرگولر داریم که حالتش رو تغییر میکنه. مثلا I have teach، این زمانی که در present perfect تبدیل کنید teach، یعنی آموزش دادن. I have teach tough میشه. I have tough مثلا since 20 years، یعنی از 20 سالگی ما آموزش میدم به شما. یعنی منظورم این فعل است که فعل حالتی ایرگولر خودی گرفته در اونجا، ولی در اینجا ریگولر است، یعنی قاعده مند است. She has worked in the bank for 5 years.
یعنی یه خانم میگه با مدت 5 سال است در بانک کار میکنه، یعنی از اون زمان 5 سال قبل شروع کرده و هنوز هم کار میکنه دیگه. خب یه حالت اول ورک، خب دقت بکن از گذشته تا حال ادامه. نمبر 2، when the time period referred to has not finished yet، میگه وقتی که اما زمانی یا دوران کار یا یک امری که جریان دارد از گذشته referred to has not finished yet، یعنی از زمان گذشته اما دوره یا نوبت کاری که ادامه داره تا هنوز هم ختم نشده، has not finished yet، تا هنوز هم ختم نشده نشده. I have worked hard، من بسیار سخت کوشی کردم. This week، دنیمه هفته من بسیار سخت کوشی کردم، یعنی دنیمه هفته هر کاری که انجام داده بسیار سخت کوشی کرده و تا روز مو ادامه داره ختم نشده. Has not finished yet، تا هنوز ختم نشده است. خب has not finished، it is important، has not finished yet، تا هنوز ختم نشده. یعنی work it hard، سخت کوشی کردم this week، یه هفته. خب حالا معلوم نیست که یه هفته today or Tuesday، Thursday، Wednesday، which one. خب number 3، actions repeated in any specific period between the past and the present، مگه عمل repeated، تکرار شده است در یک دوره نامشخص یا نامعین، any specific period between past and the present، در بین زمان گذشته و حال که مشخص نیست. خب در یک دوره تکراری پیش آمده ولی مشخص نیست. example، they have watched that movie 6 times، آنا watched، بازم اینجا ببین ایدی گرفته، they have watched، چون دای فرمول ببین وقتی دای بود هف میگره، اگه هی و شی و ات بود هس میگره، چون گفتم آی وی دای یو هف میگره، they have watched that movie 6 times. اونا میگه دیدن او مووی را یا او سینما را یا فیلم را به اصطلاح 6 دفعه. خب حالا ای که از گذشته any specific time یا پیریود، این دوره یا اونچه، خب 6 بار دیده. حالا معلوم نیست که چی وقت دیده، اول هفته دیده، اول روز دیده، ساعت 10 دیده. مهم این است it's important that I have 6 times، 6 بار دیده. خب number 4، actions completed in a very recent past، recent past. number 4 چی میگه؟ عملی که تکمیل شده است در آخرین لحظه یا زمانی recent، یعنی آخرین زمانی، یعنی خیلی یعنی گذشته ولی بسیار نزدیک به فعل در حال است، very recent past، یعنی در گذشته ولی بسیار نزدیک به حال، یعنی یک ثانیه پیش، یک دقیقه پیش، یا یک روز پیش، حالا یکی اندازه زمانی ما چی باشه با اون اندازه، یا یک سال پیش باشه، وقتی ما قرنه ها رو اندازه اون یک سال پیش دیگه خیلی زمان نزدیک است. خب example we have، این اینجا just، این خیلی اینجا یک فرمول داریم که قبل از present past participle ما یک just اضافه میکنیم، یعنی در زمان بسیار نزدیک به فعل به حال است. we have just seen here، ما میگه ای آدم دیدم، این past است، seen دیدم، این حالت سومش است، present نیه، past هست، در حالت سوم، we just seen here، ما ایشان رو دیدم، خیلی چند لحظه پیش، چند دقیقه پیش، چند ثانیه پیش، چند روز پیش، چند هفته، چند ماه، یا اینکه اگر بحث خیلی کلان باشه از چند قرن و چند سال بگیر، یک سال پیش اینا. خب I have just eaten my dinner، ما میگه
خوردم اتن مای دینر دینر خود را مای دینر خوردن را خب خودت خورده واقعا نه کسی دیگر نخورد جان بالا بود خب نمبر 5 when the precise time of the action is not important وقتی که زمانی که precise time میگ عمل مهم نیست خب مثلا someone has eaten my food بعضی آدم ها خوردن eaten my food غذای ما رو خوردن دیگه گذشته است خب someone یک نفره someone یک نفری someone she has studied English and French این میگه مطالعه کرده انگلیسی و فرانسوی when the time the precise time of the action is not important precise یعنی دقت زمانش خیلی مهم نیست خب در گذشته صورت گرفته انجام شده حالا یکی زمانش دقیق باشه خیلی نزدیک به حال باشه خیلی گذشته از حال باشه یا در گذشته تا حال جریان داشته خیلی مهم نیست یعنی present perfect در گذشته صورت گرفته حالا خیلی دقیق باشه این مهم نیست شی سمبن هست ایتن مای فود غذای ما رو خوردم ممکن فعلا هم در حال خوردنش باشه If you wanna learn, join and enjoy. Bye bye.